تلویزیون دولتی عربستان سعودی امروز به قول از یک مقام ارشد آن کشور گفت که ریاض از اقدام ترکیه به خاطر پیگرد قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی استقبال میکند و برای به انجام رساندن این ماموریت آماده همکاری میباشد. رحب مصدر سعودی و یک منبع ارشد سعودی گفته است که دولت شاهی از واکنش ترکیه برای ایجاد یک تیم مشترک به خاطر ارائه معلومات در مورد قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی در شهر استانبول ترکیه استقبال میکند. جمال خاشقجی روزنامه‌نگار عربستان سعودی که برای روزنامه واشنگتن پست نیز مقاله می نوشت و از منتقدین برجسته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بود، به تاریخ 2 اکتبر به خاطر گرفتن اسناد ازدواجش با کنسولگری عربستان سعودی در استانبول مراجعه کرد، ولی پس از ورود به این مکان دیگر دیدن نشده است. مقامات ترکی گفتند که خاشقجی به صورت عمدی در داخل کنسولگری عربستان سعودی کشته شده است. با وجود آنکه عربستان سعودی این ادعای ترکیه را رد کرده، اما با آن هم فشار بر آن کشور ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قضیه ناپدید شدن خاشقجی را جدی خوانده و گفته است که به زودی با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ در پاسخ به این پرسش که صحبتش با شاه عربستان چگونه خواهد بود چنین گفت: بسیار زود با او صحبت خواهم کرد. نمیتونم بگویم که صحبت چگونه خواهد بود، اما خواهم گفت که آنان بسیار سختگیر و تند به نظر میرسند و نه تنها ما بلکه مردمان زیاد دیگری نیز میخواهند بدانند، چرا که این یک وضعیت بسیار بسیار بد است. بنابراین میبینیم که چه خواهد شد. در این حال جاستین ترودو صدر اعظم کانادا نیز ناپدید شدن جمال خاشقجی را نگران کننده خوانده است. روابط میان هر دو کشور اخیراً به دلیل تقاضای کانادا مبنی بر رهایی مدافعین حقوق زنان در عربستان سعودی خدشه‌دار شده است. این قضیه مشخص یعنی ناپدید شدن جمال خاشقجی نگران کننده است و ما به خاطر ابراز نظر در مورد موضوعات جدی با متحدین خود در سراسر جهان یک جا هستیم. در ادامه فشارهای بین المللی بر ریاض، تعداد زیادی از سران شرکت‌های تکنولوژی و آژانس‌های خبری نیز اشتراک در یک کنفرانس 3 روزه سرمایه‌گذاران را که قرار است در جریان امین ماه در عربستان سعودی تدویر یابد تحریم کرده اند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.